مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر معاون یکی از مهمترین وزارتخانه های کشوری است که در حال جنگ است. زنی که دوران کودکی و نوجوانیش را در مهاجرت در فقر و کار در کارگاه قالی‌بافی گذراند و در دوران مدرسه و دانشگاه برای داشتن امکان بروز استعدادش باید هویتش را پنهان می‌کرد. با این حال او در همان مهاجرت از دانشگاه در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شد و پس از بازگشت به وطنش باز به دانشگاه رفت و لیسانس اقتصاد گرفت. و بعد از گرفتن مسئولیت‌های حکومتی کمی بیش از یک سال قبل معاون وزیر دفاع افغانستان در امور تعلیمات و پرسنل شد. ولی انتصاب خانم منیره یوسفزاده به معاونت وزارت دفاع افغانستان با انتقادهای زیادی همراه بود. از جمله اینکه چرا کسی که در امور نظامی و دفاعی بی تجربه است باید به چنین مسئولیت خطیری گماده شود. مسئولیتی که در گذشته بر دوش نظامیان با تجربه بود است. آیا در این یک سالی که عهده‌دار این مسئولیت بوده توانسته جواب منتقدانش را بدهد؟ خانم منیره یوسفزاده به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. تشکر. خانم یوسفزاده شما قبل از اینکه به معاونت وزارت دفاع منصوب بشید در دفتر ریاست جمهوری کار کردید، ریاست ارگان‌های محلی رو داشتید، قبل از سمت فعلیتون معاون والی کابل بودید. ولی هیچ کدام از این سمت‌ها به اندازه انتصاب شما به معاونت وزارت دفاع انقدر جنجال برانگیز نشد. خیلی به شما حمله کردند، به خصوص در فضای مجازی. چرا اینقدر به این اعتصاب حساسیت نشون داده شد؟ شما اشاره کردین که در مورد بک‌گراند کاری ما به بینندگان عزیز ما اشاره کردین. من تقریبا سابقه 10 سال کار در دولت افغانستان دارم و پیش از اونم در مؤسسات خصوصی کار کردم. میخوایم میره بگم که در ابتدا من به هیچ وقت تنها دلیل مقرری ما فقط زن بودن ما نبود. زن بودن جنسیت ما هست و نمیتونه و اولین دلیل مقرری ما در پست وزارت دفاع ملی نمیباشه. برای پست های بسیار کلیدی و کلانی چون معاونیت وزارت دفاع ملی چند مؤلفه نیاز است که من اونا را نام میبرم. به طور اولین میتونه اعتقاد راسخ به مقدسات کشور باشه، دوم وطن پرست بودن باشه و بحث سومش مبرا بودن از فساد و تعهدش به وطن باشه. در عین حال تجربه کاری که من در دولت افغانستان داشتم میتونه یکی از دلایلی باشه که من در پست وزارت معاونیت وزارت دفاع ملی حضور پیدا کردم. اشاره میکنم که من اولین جوان ملکی در وزارت دفاع ملی یا در مجموع در سکتور امنیتی افغانستان نیستم، اما چون اولین خانم هستم که در یکی از کلیدی ترین وزارت‌های دولت افغانستان حضور پیدا کردم کمی برای افراد سوال برانگیز شد. تجربه نشان داده که زمانی میتونه یک افسر نظامی در میدان جنگ خوش بدرخشه یا خوب بدرخشه که حمایت ملکی ها را داشته باشه. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مردم عزیز ما و به جامعه جهانی یکی از تعهداتش البته ای بوده که به خاطر بهتر شدن وضعیت نظامی ها و به خاطر ای که نظامیان عزیز ما در صحنه جنگ بتانند درخشش خوب داشته باشند، ملکی ها را به حیث قوت های حمایوی در ساختار بیارند. یک تعهد بسیار کلانی هست که دولت افغانستان در چندین کنفرانس ناتو و کنفرانس هایی که وزرای دفاع کشورهای مختلف حضور داشتن یا کشورهای عضو ناتو حضور داشتن ما به اشاره داشتیم. ببینید مسائل انتقاداتی که مطرح میشه اینه که آقای غنی برای اینکه گفته میخواد که به اصطلاح وزارتخانه ها و جاهای دیگر رو غیر سیاسی بکنه و برای جوانگرایی اصلا آدمایی گذاشته به سر کار که تجربه اون کار مشخص رو ندارن. گفته میشه که کشور در لحظه حساسه، در حال جنگه، احتیاج به افراد
کاردان و با تجربه و متبحر و متخصص داره، ولی برعکس کسانی به کار گمارده میشن که به هر حال این تخصص ها و تجربه ها رو ندارن. ولی شما به سه مورد اشاره کردین که تو این مورد هایش کدومشون تجربه به اصطلاح کار نظامی و توی این حیطه تخصصی نبود. من اول اشاره بکنم که پستی که من ایفای وظیفه میکنم یک پست ملکی هست، پست نظامی نیست. و این طبعا یک مقدار بحثایی که در مورد حضور من صورت گرفت، یک بخشش مربوطی هستش که چون اولین خانم هستم، وقتی شما اینو میدونین که وقتی یک تابوی شکسته میشه، طبعا اوایل به خاطر پذیرش اون بحثای صورت میگیره و گفتگوها میشه تا یک تبدیل شده به یک روال عادی. در مورد عدم تخصص من اشاره بکنم که پست من پست کاملا غیر نظامی یا ملکی هست. در این پست کار جنگ پیش برده نمیشه، کار جنگ را در وزارت دفاع ملی همکارای متخصص نظامی ما یا جنرالان کارکشته و نظامیان عزیز ما پیش میبرند که در صحنه جنگ در بخش‌های مختلف حضور دارند. کار معاونیت تعلیمات پرسنل ساختن پالیسی و برنامه‌های آموزشی میباشد و هیچ کدام این کار ما ربط نداره به ساحات نظامی. و از طرف دیگه بحث دیگه ای را که ما باید در نظر بگیریم این است که جنگ افغانستان یک جنگ تنها نظامیان با نظامیان نیست، یا جنگ مردها با مردها نیست تنها. جنگی است که در اون جوان، پیر، کودک، نظامی و غیر نظامی متضرر هستند یا به نحوی در اون دخیل هستند و یک جنگ تحمیلی هست که به نحوی مردم عزیز ما مورد از این موضوع جنگ ناراحت هستند. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که در این جنگ ما تنها میتونیم که با حضور نظامی ها ما میتونیم پیش ببریم. من اشاره کردم در بحث در صحبتهای من که تجربه ای را ثابت کرده که به خاطر که یک نظامی کار خودش خوب پیش ببره باید 4 فرد غیر نظامی یا ملکی کنارش باشه، که در امریکا به 7 نفر و در بریتانیا به 10 نفر میرسه و یک روال عادی است در تمام دنیا. شما میدانین که در 19 کشور جهان در حال حاضر وزرای دفاعشان، یعنی در همین 5 سال اخیر، خانوم بوده و این یک روال بسیار عادی است در تمام دنیا. و از طرف دیگه خانوم ها قبلا در سکتور امنیتی حضور داشتند. ما در حال حاضر تقریبا 2400 نظامی زن در وزارت دفاع ملی داریم که یک رقم قابل توجه است با توجه به موضوعات فرهنگی در افغانستان. اما برای اولین بار یک خانم در سطح رهبری وزارت دفاع آمد. این یک مقدار برای خیلی ها قابل بحث بود و من باز همی را میگم که پست من یک پست نظامی نیست، یک پست کاملا ملکی هست. خب تردیدی نیست که شما تخصص زیاد دارین، تجربه خیلی زیاد طولانی دارین، 2 لیسانس در علوم سیاسی و اقتصاد دارین طوری که گفته شد، فعالیت‌های آموزشی حقوق بشری کردید، مقاله نویسی زیاد کردید و به هر حال تردیدی نیست که آدمی باهوش، با کفایت تحصیل کرده و با پشتکاری هستید و توانایی داشتن سمت‌های مدیریتی در جاهای مختلف دارید. ولی حالا چرا وزارت دفاع؟ آیا این سمتی بود که شما خودتون انتخاب کردید یا اینکه به هر حال به شما مراجعه شد، به شما محول شد و شما هم گفتید باشه؟ من فکر میکنم که این تابو باید شکسته میشد و خانم ها در رهبری سکتور امنیتی میامدن. ما باید در این دوره از کمیت حضور به کیفیت یا مؤثریت حضور خانم ها بپردازیم. خانم ها باید در پست های کلیدی و با صلاحیت حضور داشته باشند و در کنار برادرای ما یا مردها ایفای وظیفه بکنن. بنابراین من از این اعتماد تشکری میکنم و آماده خدمتگذاری هستم و فکر میکنم که بعد از یک سال از خدمتم به اردوی ملی افغانستان توانستم یک تعداد از رضایت همکارای عزیز ما را کسب بکنم و اونها حمایت بکنن مرا. شاید روزهای اول در صفحات مجازی بحث ها بود، ولی حالا من تانستم که من البته ایرم بگم که در پهلوی من یک خانم دیگم در وزارت امور داخله به حیث معین پالیسی وزارت امور داخله ایفای وظیفه میکنن. هر دوی ما توانستم اعتماد همکارای نظامی ما را کسب بکنم.
بسیار خوب، حالا شما صحبت از جلب اعتماد همکاراتتون کردین، ولی حالا یک سال گذشته، آیا فکر میکنین که جواب قانع کننده ای هم به اون دسته از منتقداتتون هم دادید؟ من در صحبت های ابتدایی اشاره کردم که بحث جنسیت من بحث حاشیه هست، اصل نیست اصلا. ای که بعضی ها میخواین به جنسیت من بپردازن و بحث جداست، اما من برایشان از طریق صحبت های قبلی با شما داشتم و همچنین قبلا هم با یکی دوستداران مصاحبه کردم، ایره اشاره کردم که ما اولین ملکی ها نیستیم و ملکی سازی، روند ملکی سازی در وزارت های دفاع و داخله یا در مجموع سکتور امنیتی ادامه پیدا میکنه و ای هست و حضور ملکی ها در کنار نظامی ها یک به خاطر درخشش بهتر نظامی ها هست، نه به خاطر اینکه اونها فکر کنند که کارشان با چالش مواجه میشه. آها، خب همونطور که گفتم بعد از انتصاب شما حملات خیلی زیادی به شما در به خصوص فضای مجازی شد و شما در جایی گفتید که من هیچ وقت احساس نکردم متعلق به کدام قوم و مذهب و زبان خاص هستم. من از افغانستان هستم و به این افتخار میکنم. دارم نقل قول میکنم از شما. اما زمانی که کار را شروع کردم یک خط سرخ برای خود انتخاب کردم و اون زن بودنم بود. منظورتون چیه؟ شما میدونن اردوی افغانستان یک اردوی کاملا غیر سیاسی شده، به خصوص در این 5 سال اخیر، و مسلکی و جوان و غیر حزبی و گروپی. هدف من از صحبت می بود که من هیچ وقت احساس تعلق به هیچ قومی نداشتم و هیچ وقت واقعا پشوانی از قوم خاص یا حزب خاص، تنظیم خاص نداشتم. اما در حمایت از زنان خط سرخ من هست. برای من بسیار مهم است که خانم هایی که در اطراف من حضور دارن و در هر بخش کار من، چه در گذشته اگر در ارگان های محل بودم، اگر در ریاست جمهوری بودم و حالا هم همونطور، برای من مهم است که اونها را کمک بکنم، یعنی کمک کردن به اونها، در حقیقت کمک کردن به جامعه زنان است، به تمام زنان افغانستان هست که در آینده نسل بعدی زنان افغانستان می باشد، کمک بکنم به این که اونها از دیدگاه جامعه که متاسفانه حالا یک جنس تأثیر پذیر هست به یک شخصیت تأثیرگذار برسن. هر کدام از ما زنان وقتی که وارد کار میشه، بحث هم که ما یک جنس تأثیر پذیر هستیم یک بحث بسیار جدی است و همه، حتی اطرافیان ما در پست های پایین تر همین را فکر میکنن. شما وقتی که پای صحبت های اولین والی افغانستان که اولین خانم که والی افغان والی بودن بشینن، یا اولین خانم که شاروال شده بشینن، میبینین که با اونها هم همینطور برخورد شده. عبور ما زنان از جنسیت تأثیر پذیر به شخصیت تاثیرگذار برای من یک آرزو هست و سر و سر کار میکنم و روی همین موضوع خانم ها را میخوایم حمایت بکنم همیشه. بسیار خوب، حالا برگردیم به خود وزارت دفاع و اصولا نیروهای نظامی افغانستان. در ماه ژانویه سال گذشته آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که در طی زمامداری او در 4 سال گذشته 45,000 نفر از سربازان افغان کشته شدند در جنگ، که تعداد به هر حال نیروهای غیر نظامی به مراتب حتی بیشتر بود. و این کشته ها در 1 سال گذشته باز همین آمار ارقام رفته بالا. چون در واقع موفقیت های نیروهای نظامی افغانستان به جز کشته دادن طی این مدت چی بوده؟ من ایره میخوایم با افتخار بگم که مردم افغانستان و اردوی افغانستان علارغم که با یک جنگ تحمیلی روبرو هستند، توانایی بسیار بالایی را در 18 سال گذشته به دست آوردن. 18 سال پیش اردوی افغانستان بعد از دوره جنگ های داخلی و بعد از دوره سیاه طالبان روی پای خودش استاد شد و از سر نو احیا شد. و وقتی که ما مطالعه میکنیم وضعیت اردوی افغانستان نسبت و مقایسه میکنیم 18 سال پیش اردوی افغانستان در کجا قرار داد و قرار داشت و حالا بعد از 18 سال در کجا قرار داره، ما دستاوردهای چشمگیری میبینیم. امروز اردوی افغانستان به تنهایی خودش عملیات ها را پیش میبره.
و در این حال جامعه جهانی بارها روی تاکید داشته که اردوی افغانستان حال توانایی بسیار بالایی دارد. ما در بخش قوت‌های مختلف، ما در بخش کماندو، در بخش قوای هوایی ما بسیار دستاوردهای بالایی داشتیم. همچنین در ساحه تعلیم تربیت در گذشته به خاطر گرفتن یک آموزش بسیار کوچک نیاز بود که همکارای بین المللی ما یا ما را آموزش میدادن یا که ما همکارای ما روان اعزام میکردیم به خاطر بورسیه های آموزشی. اما حالا نهادهای تعلیمی و تحصیلی ما او ظرفیت پیدا کردن که خودشان بتوانند اردوی مسلکی را تربیت بکنند. این دستاورد کمی نیست برای اردوی افغانستان و برای ملت افغانستان. هرچند که دشمن مردم افغانستان یا در مجموع تروریست ها کسایی هستند که تمام اصول انسانی و اسلامی را میشکنند و از تمام راه ها به خاطر ای که اردوی افغانستان یا نیروهای نظامی امنیتی و دفاعی افغانستان شکست بدن، اما اونها نتوانستن با آرزوشان برسن. بسیار خوب، حالا انتقادهایی که اصولا میشه به ارتش افغانستان در مجموع نیروی نظامی افغانستان من به شما بگم، صحبت از این میشه که بسیاری از سربازان افغان بی انگیزه هستند، اغلب از مناطق روستایی هستند، فقیرند و صرفاً برای اینکه معاش مستمری داشته باشند و شکم زن و بچه هاشون سیر بکنند وارد ارتش میشن و نه با عرق ملی و برای دفاع از کشورشون. چه میگین شما به؟ اینا کاملا رد میکنم. من به خاطر ساحه کاریم که چون هم تعلیمات و پرسنل پیش میبرم، من زیاد با سربازای عزیز ما در ارتباط هستم. هیچ چیزی به اندازه عرق وطن دوستی اونها باعث نمیشه که اونها در خط مقدم جنگ برن. من اینا کاملا رد میکنم. اردوی افغانستان یک اردوی با انگیزه هست و این اردو به خاطری که یک اردوی جوان و مسلک شده و در عین حال تواناییش بسیار بالا شده، طبعا دشمن میخواد که جنگ روانی رو بندازه و کوشش کنه که با این قسم شعارها یا این قسم پیامها دیدگاه آمر نسبت به اردوی افغانستان تغییر بده. اما اردوی افغانستان یک اردوی مسلکی، یک اردوی ملی و یک اردوی کاملا با انگیزه هست که به خاطر وطن می جنگن و از این هدفشان هیچ وقت خسته نمیشن. حالا انتقاد دیگه که میشه، معمولا صحبت میشه که سربازای حتی در خطوط مقدم جبهه اینا حتی غذای درست حسابی ندارن. یعنی میدونین که توی سوشال میدیا به اصطلاح توی فضای مجازی عکسهایی منتشر شد از این غذای بسیار ناچیزی که اینها حتی برای افطاریشون داشتن، خیلی سربازا اینا که سر صدای زیادی به پا کرد. شما، من میدونم که شما بعد از اینکه این سمت رو گرفتید، شما قول دادید، وعده دادید که به خیلی از وسایل به اصطلاح معیشتی سربازای افغانستان و خانواده‌هاشون هم برسید. شما خودتون طعم فقر رو چشیدید خانم یوسف زاده؟ من تردید ندارم که شما همدردی دارید با این سربازا، ولی در بسیاری موارد ظاهرا موانعی وجود داره سر اینکه شما اونطور که دلتون میخواد برسید یا اصولا کسان دیگه ای که مسئولیت دارن در این زمینه. این موانع چی هستند؟ به خاطر بهتر شدن وضعیت معیشتی سربازای ما، وزارت دفاع ملی هر سال برنامه هایی را داره که تا بتونه روند رسیدگی به سربازا را بهتر از سال گذشته بسازه. در این شکل نیست که مشکلات وجود داره، چالش های وجود داره. گاهی افرادی عمدن یا غیر عمدی روند رسیدگی با به وضعیت معیشتی سربازای ما را با چالش روبرو میکنن. اما وزارت دفاع ملی تعهد داره به تمام سربازای عزیز ما، به تمام منصوبین اردوی ما که وضعیت معیشتی اونا را روز به روز بهتر بسازن. در مورد تغذیهشان متخصصین تغذیه ما داریم، مشخصا برای اونها مینوی آماده شده که مطابق اون مینو کالری مورد نیازشان را جذب میکنن و کوشش کردیم که حتی اگر چالش ها و مشکلاتی را هم داشته باشن یا ای که به نحوی این برنامه های بهبود وضعیت معیشتی سربازا در قطعاتشان تطبیق نمیشه، اونها با ما میتونن مستقیما تماس بگیرن. ما یک شماره رای
رایگان، سه رقمی رایگان به تمام منصوبین اردوی ما تنظیم کرده، معرفی کردیم که اونها برای ما زنگ میزنن، مشکلاتشون میگن و بخشای در این حال، بخشای تفتیش ما، بخشای کشف ما، همیشه از وضعیت سربازای ما چی در بخشای معیشتی، چی در بخش رویه قماندانا با سربازا برای ما گزارش میتن و اگر شکایاتی وجود داشته باشه به او رسیدگی میشه و در این حال کسایی که آلوده به فساد هستن از طریق بخشای مختلف ما با اونا برخورد میشه. بسیار خوب. حالا بسیار خیلی از این موانع در واقع ریشه در فسادی داره که اصولا مجموعه دولت رو گرفته و همه دارن شکایت میکنن از وضعیت فساد بسیار گسترده‌ای که در افغانستان در دولت و در دستگاه دولتی هست و همینطور در به اصطلاح وزارت دفاع و نیروهای مسلح. شما هم اتفاقا اشاره کردید به این مسئله، یعنی در زمانی که این مقام رو گرفتید که میخوای مبارزه بکنین با فساد اینا. دقیقا تو این مدت یک سالی که شما اونجا هستین در این زمینه مبارزه با فساد در وزارت دفاع چیکار کردید؟ در بخش مبارزه با فساد یکی از کارهایی را که ما انجام دادیم ایجاد سیستم است. وقتی که یک سیستم شفاف وجود داشته باشه، کسایی که خواسته یا نخواسته آلوده به فساد میشن، طبعا اونا او کار نمیتونن بکنن. سیستمی که ما به خاطر حمایت از خانواده شهدا و معلولین عزیز ما در اردوی ملی ایجاد کردیم، روند رسیدگی به خانواده شهدا را بهتر از گذشته ساختن. سیستم تعلیم تربیه بحث دیگه هستش که سر و کار کردیم. شما میفهمین که نیروهای امنیتی و دفاعی ما و به خصوص اردوی ملی هم سالانه از برنامه‌های آموزشی متعددی برخوردار میشن که یا اونا در مراکز تعلیم تربیه در کشورهای همکار میرن یا ای که در افغانستان، در داخل افغانستان برنامه های آموزشی را میگیرن. به خاطر که این برنامه های آموزشی به کسایی شامل حال کسایی شود که واقعا نیازمندی برنامه ها هستن و در عین حال میتونن در آینده اردو مؤثر واقع شوند، باز هم ما یک سیستم تعلیم تربیه ساختیم. سیستم رسیدگی به مشکلات است و من در مورد یک شماره تلفن رایگان برای سربازا صحبت کردم خدمتان و بحث دیگه پالیسی ها و برنامه ها است. ما در یک سال گذشته موفق شدیم که ضمنی که از مراکز تعلیمی و تحصیلی ما ارزیابی بکنیم و ببینیم که در چون که شما میدانین که یک رابطه بسیار مستقیم بین تعلیم و تربیه خوب با جنگ موفقانه وجود داره، ما یک ارزیابی از تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی ما کردیم و پالیسی جامع تعلیم تربیه اردوی افغانستان تحت کار گرفتیم که مراحل نهاییش پیش میبره، در مراحل نهایی قرار داره و همچنین و در عین حال ما توانستیم به خاطر بهتر شدن وضعیت سربازای ما، رابطه بین سرباز با مسئولین و رهبری وزارت دفاع ملی را یک رابطه مستقیم بسازیم. صلح با طالبان در جریان و به هر حال نتیجه این صلح هر چی که باشه، یعنی اینکه سهیم کردن طالبان در حکومت افغانستان، آیا شما نگران نیستید که اگه طالبان سهیم بشن در حکومت افغانستان بسیاری از دستاوردها، به خصوص دستاوردهای زنهای افغانستان، ممکن از بین بره؟ یعنی دیگه شما نمیتونین افرادی مثل شما معاون وزارت بشن؟ من اعتماد دارم به رهبری دولت افغانستان و جامعه جهانی که اونها هر توافقی میکنن در حقیقت اونها هیچ وقت دستاوردهای خودشان از دست نمیدن. وقتی حضور من زن در سطح رهبری یک وزارت بسیار مهم و کلیدی، این بحث شخص من تنها نیست، این در حقیقت دستاورد دولت افغانستان و جامعه جهانی میباشه. بنابراین من باور دارم به این که هر تصمیمی گرفته میشه به نفع و خیر مردم افغانستان و زنان افغانستان میشه. ما مثل هر زن افغانستان تشویش ها و نگرانی های دارم، اما حفظ نظام جمهوری و در این حال و حفظ قانون اساسی میتونه تضمین کننده حضور می زن در بخش های مختلف باشه. بسیار خوب. حالا پس من سال آخرم اینه که ببین، شما دوران سختی در دوران کودکی و نوجوانیتون در مهاجرت گذشته
و که صحبت کردیم به هر حال. ولی وقتی که شما برمیگردین به خاطراتتون در اون دوران، چی در ذهنتون خطور میکنه؟ هرچند دوران مهاجرت با فقر مطلقی که ما با او دست پنجه نرم میکردیم برای من بسیار یک خاطرات تلخ است. یعنی من نتونستم دوران کودک باشم به معنای واقعی، مجبور بودم که یک طفلی باشم که بزرگ فکر میکنم و به خاطر زنده ماندن، به خاطر اینکه آینده ما بسازم، بیشتر از اطفال دیگه کوشش کنم، تلاش بکنم. اما افتخار میکنم به دوران کودکی، به خاطر اینکه در اوج فقر، در اوج ناچاری، اما من تانستم یک دریچه امیدی برای خودم و حالا همکارا و هم نسلای خودم باز بکنم. بعضی وقتا در مورد خودم که فکر میکنم که من نمونه ضرب المثل خواستن توانستن هستم، هرچند که آرزوی نهایی ما رسیدن به پست هایی که جز مسئولیت چیزی نیست نمیباشه. آرزوی معی است که مشکلاتی که امروز من کشیدم دختر من در آینده نکشه، این می باشه. و امیدوار هستم که نسل بعدی که بعد از خودم در پست های مختلف می آین، اونا بتانن که در وضعیت بهتری از ما کار کنن، فعالیت کنن. من همیشه این اصطلاح هم می گم که ما زنانی که امروز در سکتورهای مختلف آمدیم، به حیث ماین پاکایی هستم که راه را برای دیگه نسل باز میکنیم. و از این کاری که میکنم هیچ وقت خسته نمیشم و امیدوار هستم که واقعا به او هدف نهاییم برسم. خیلی متشکرم خانم منیره یوسف زاده، معاون وزارت دفاع افغانستان. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ببارد. تشکر.